آقای بهروز جباری، درود بر شما. به سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی بسیار خوش آمدین. ما همیشه این افتخار رو داشتیم که در شیکاگو در حضور شما باشیم در طی این کنفرانس ها، اما امسال متاسفانه این فرصت دست نداد. اما خوشحالیم که حداقل در فضای مجازی شما رو در کنار خودمون در این برنامه ها داریم. جناب جباری، منم به نوبه به شما خوش آمد میگم. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم، تشریف آوردید. با اینکه این ویروس کرونا هیچ اجازه نمیده که ما کنار هم باشیم متاسفانه، ولی خوشحالیم که میتونیم یه چند دقیقه رو با شما صحبت کنیم. خیلی ممنون از محبت شما. بنده هم بسیار مسرور هستم که در خدمت شما عزیزان هستم. خب اجازه بدین تا این گفتگو رو با یک معرفی بسیار مختصر آغاز بکنیم. آقای بهروز جباری در خانواده اهل شعر و ادب در شهر رشت به دنیا آمدند. تحصیلات عالیشون رو در دانشگاه‌های ایران و انگلستان به پایان رسوندند و سالهاست که همراه با همسرشون خانم دکتر فرهنگ فرهنگی جباری در کشور کانادا زندگی می‌کنند و صاحب 3 فرزند و 7 نوه هستند. آقای بهروز جباری شاعری توانا و شناخته شده هستند و اشعارشون در چند کتاب از جمله ردپای عمر منتشر شده. اما اونچه که حقیقتاً جناب مهندس بهروز جباری رو در نزد ایرانیان و فارسی زبانان نامی آشنا و شخصیتی برجسته میکنه، خدمات ارزنده فرهنگی ایشون هست، از جمله جمع‌آوری اشعار شاعران ایرانی مثل جناب هوشمند فتح اعظم از مشاهیر جامعه جهانی بهایی و همینطور شاعران افغان از جمله نادیا انجمن. این افتخار بزرگیه که امروز در حضور ایشان هستیم. بار دیگر جناب بهروز جباری به برنامه ما خوش آمدید. جناب جباری، قبل از اینکه به اشعار و نوشته های شما برسیم، من گفتم شاید بد نباشه برای بینندگانمون از شما بپرسیم که این علاقه و عشقی که شما به شعر یا به طور کلی ادبیات فارسی دارید و نشون دادید، این در چه سنی و از کجا و چگونه آغاز شد؟ عرض کنم که ما به علت اینکه پدر مادرم اهل شعر بودن، مادرم آثار شاهنامه رو خیلی حفظ بود و پدرم کار مولانا خیلی آشنایی داشت، ما با این مسئله بزرگ شدیم که باش به شعر عادت کرده بودیم. هر وقت بچه که بودیم میخواستن از ما رو تشویق بکنن، مثلا میگفتن یه شعر بخون، یه شعر میگفتن، ما اون شعر حفظ میکردیم، دوباره میخوندیم. هر حال علاقه به شعر جزء زندگی خانوادگی ما بود و ما علاقمند بودیم، با این علاقه بزرگ شدیم، مشاعره میکردیم. علاوه بر درس های کلاسیک ما بود که در مدرسه میخوندیم که اون داستان دیگه داشت، ولی شعر جزء زندگی ما بود و من شاید هنوز هزارم بیت شعر در حافظه دارم که اینا را همه را از بچگی یاد گرفتم و در حافظه سپردم. خب اگر ممکن ازتون خواهش کنم که یکی از اشعار طنزتون رو برامون بخونید. در ادبیات فارسی به طور کلی اشعار زیادی راجع به حیوانات سروده شده و هست. سعدی میگه مسکین خر اگرچه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. بعد میگه گاوان و خران بار بردار، به زاد میان مردم آزار. سعدی میگه همچنان در فکران بیتم که گفت پیلبانی بر لب دریای نیل، زیر پایت گر بدانی حال مور، همچو حال توست زیر پای پیل. خیلی زیاد از این اشعار. مثلا سعدی باز میگه دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانک مرغی چنین کند مدهوش، گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. یعنی سعدی تحت تاثیر شعر
اون مرغی بود که سر شاقی نشسته بود داشت میخوند این شعر گفت. یه شعر مثلا خیلی معروفی است که میگه ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی، هشدار در کجی مکن به عیب نگاه، در کج بودن من به عیب نگاه نکن، تو ز من راه راست رفتن خواه. و بنابراین اینها از این نوع اشعار در ادبیات فارسی بسیار زیاده و خیلی نتایج انتقادی از این اشعار گرفته میشه و ما هم گاهی که مثلا انتقادی میخواییم بکنیم باز هم شعر راجع به حیوانات رو به یه صورتی مطرح میکنیم. سگ به طور کلی حیوان محبوبیه در جامعه. ما مثلا بچه بودیم تعداد زیادی سگ در منزل ما بود، ولی این رفتاری که ما با سگها داریم بر حسب فرهنگهای مختلف متفاوته. مثلا اون اندازه‌ای که در غرب برای سگ خرج میکنن و غذا میخرن و وسایل میخرن، اینها در شرق معمول نبود. همیشه اینها از مازاد سفره در واقع این حیوانات استفاده میکنن. ولی به هر حال یه شعری که راجع به سگ گفته شده در مقایسه زندگی سگ در غرب و شرق میخونم و به عرض شما میرسونم. بیدار موندم همه شب از صدای سگ، کو همدلی که شکوه کنم از جفای سگ. روزی ز دست روبهکان فریبکار، کردم فرار و گشته کنون مبتلای سگ. آثار سگ به هر طرفی زیر پای توست، گویی که شهر یکسره گشته خلای سگ. در هر فروشگاه که پا می نهی بود پر از تنقلات و غذا و دوای سگ. با چشم نیم خفته سحرگه پی سگن، یعنی سگ دارن را می برن تا رفع حاجتی بشود از غفای سگ. بس والدین خانه پیران نموده جای، اولاد کرده خانه خود را سرای سگ. با این همه محبت و لطف و کرم به سگ، اما نداشتند کمی از وفای سگ. از خاله و عمو سخنی نیست در میان، باشد مکالمات همه در هوای سگ. امروز کاسه‌ای که نهد پیش میهمان، دیروز بوده کاسه آب و غذای سگ. آن لحظه‌ای که با سگ خود گرم بازیند، دیگر نمی کنند به کس اعتنای سگ. بالا میاد روی سگ صاحبش اگر گویند نکته یا سخنی از خطای سگ. همسایم چو مرد سگش کرد دعوتی از دوستان به یاد سگ و در عزای سگ. گفتا به من که از سگ من نکته‌ای بگو، یعنی که بنده نطق کنم در رسای سگ. آرامگاه بر سگان نیز ساختند تا هر کسی که خواست نماید دعای سگ. سلمانی سگان همه جا پر در آمده است، در حیرتم ز مردم و از ماجرای سگ. سرویس های گردش سگ خود حکایتی است، بعد از مریض خانه و دار و شفای سگ. سگ خور شود معادل میلیون ها دلار از کارکرد خلق برای رضای سگ. مفهوم زندگی سگی هم عوض شده است با این رفاق و عزت بی منتهای سگ. گفتا نظر به روی سگم کن که تا شوی محظوظ از نگاه سگ و از صفای سگ.
گفتم که چهره و رخ اولاد آدمی تا هست کی نگاه کنم بر نمای سگ. گفتا خموش، گر که شود عقده‌ای ورا باید برم به سایکوتراپیست های سگ. از من نمود دعوتی و عذر خواستم، بخشیدم عطای ورا بر لقای سگ. ای کاش جمله خلق جهان نیز داشتن هر آنچه غرق کرده فراهم برای سگ. بسیار زیبا بود جناب جباری. من باید یه اعترافی بکنم و اونی که خانواده ما هم یه سگ 6 ساله داره که ما خیلی بهش احترام میذاریم، دوستش داریم و این یه چیزیه که فکر کنم در سطح جهانی تقریبا داره اتفاق میفته. لابد بینندگان ما هم خیلی هاشون این چنین رابطه‌ای با سگ‌هاشون دارن، ولی همین چیزی که شما داشتید میخوندید من داشتم فکر میکردم همین که به طرف بیت آخر شعرتون میرفتید، ما در غرب یه سری اولویت‌هایی رو در زندگیمون پس و پیش شده و یه جوری به این صورت خودشو نشون داده. شما فرمودید با یک حالت پندامیزی گفتید به بیت آخرتون که ای کاش جمله خلق جهان نیز داشتند هر آنچه غرق کرده فراهم برای سگ. فکر کنم ما هم با شما هم صدا میشیم، انشالله که به جایی برسیم که هم سگ ها بتونن زندگی خیلی خیلی خوبی داشته باشن، هم تمام انسان های روی زمین. خب جناب جباری، بجز سگنامه شما اشعار طنز دیگری هم دارید در رابطه با رفتار انسان ها با حیوانات. یکی از اشعاری که واقعا خیلی من دوست دارم اون محاکمه خرس هست. میشه خواهش کنیم اون رو هم برامون بخونید اگر زحمتی نیست؟ عرض کنم که در یک خانه وقتی که خانم و خونه رفتن تو گاراژ در ونکوور دیدن که یه حیوانی میسی که اونجا هست، سرشون که پایین بود دیدن یه پا اونجاست که بوداره و اینا، بعد سره که بلند کردن دیدن یه خرس اونجا وایستاده. ایشون البته خیلی ناراحت شدن فرار کردن. بعدن راجع به این داستان خرس خیلی صحبت شد و من این داستان خرس رو به مناسبت رفتن خرس به خانه یکی از دوستان در ونکوور به صورت شعر در آوردم. یعنی خرس رو در واقع محاکمه کردم. بازپرس بنابراین بهروز جباری است که من هستم که با خرس صحبت میکنم. گفتم ای خرس لعین، با چه حقی تو در خانه یار آشنا رفتی؟ آن خانه که خانه امید ماست از بهر جنایت و جفا رفتی؟ جرم تو بسی بزرگ و سنگین است، بی کسب اجازه و رضا رفتی. باید که تو را کنند زندانی تا آنکه بگوییم چرا رفتی. اعدام اگر شوی سزاواری، زیرا که خبیث و مردم آزاری. اما خرس جواب میده، میگه بی دعوت و بی اجازه چون بودم، شک نیست که من ره خطا رفتم. لیکن به خدا جناب جباری، من گرسنه از پی غذا رفتم. پنداشته ای که من چو آدم ها از بهر جنایت و جفا رفتم. گویید مرا که منگه سیری در منزل این و آن کجا رفتم؟ گفت من وقتی که سیر بودم هیچ وقت جایی نرفتم. این آدمیان ولی شکم سیرند، با جنگ و جدال سخت درگیرند. یعنی حیوانات یه مقدار آزاده تر هستن، کار به کار دیگران و همجنس خودشون و مردم ندارن. شرمنده شدم ز آدمی بودن وقتی که دفاع خرس بشنیدم. گفتار ورا به دیده انصاف در باطن خیش خوب سنجیدم. کار چه بسا خلایق دنیا بدتر ز دواب و دیو و دد دیدم. حرفی که جواب گویمش الحق
پیدا ننمودم هرچی کوشیدم. با خرس بگفتمش که آزادی. او رفت ز دادگاه با شادی. خرس آزاد شد توسط بازپرس. شما همچنین مجموعه دارید از اشعار شعرای افغان، از جمله نادیا انجمن، شاعره جوانی که متاسفانه خیلی زود از میان ما پرکشید و رفت. و شخصا باید بگم وقتی که من اشعار نادیا انجمن رو میخونم، احساس میکنم روحی از اشعار طاهره در اونها هست. چرا شما تصمیم گرفتید که اشعار شعرای افغان رو جمع‌آوری کنید و حقیقتاً نام اونها رو برجسته بکنید در عالم ادب و شعر؟ شعرای افغان رو من خیلی علاقمند بودم و آثارشون رو مطالعه می‌کردم و یک بار در آمریکا یادم هست که برای من یه برنامه‌ای گذاشتن که من در مورد اشعار شعرای افغان صحبت بکنم. در اون جلسه وقتی که صحبت من تموم شد، یک خانمی که خیلی هم اهل سواد بود بعد به من گفت که این کی بود که اشعار شعرای افغان رو اینقدر قشنگ به زبان فارسی ترجمه کرد. این خانم فکر میکرد یکی اینا رو به فارسی ترجمه کرد. من همون موقع تصمیم گرفتم که در مورد این موضوع مطالعه بکنم و آثار یه تعدادی از شعرهای افغان جمع‌آوری بکنم به صورت یک کتاب، که این کارم کردم و کتابی تنظیم کردم 310 صفحه شد و اسمشم گذاشتم همزبانی و همدلی. احساس میکردم که اینا با ما همزبان هستن و همدلم هستن، یعنی یه زبان داریم و دلهای ما هم به هم خیلی نزدیکه. و این بود که خیلی شعراشونو آوردم در این کتاب. از جمله این شعرا که شما ذکر کردید، نادیا انجمن بود. نادیا انجمن به دلیلی که مطرح شد این بود که مورد بیمهری همسرش قرار گرفته بود، به دلیل اینکه بسیار محبوب بود و در جلساتی که شرکت میکرد خیلی مورد توجه بود و اشعار قشنگی میخوند، به این دلیل مورد حسادت همسرش قرار گرفته بود و همسرش به ضرب و شتم ایشون پرداخت و بالاخره ایشون در سن 25 سالگی درگذشت. حالا من دو تا از شعراشو میخوام بخونم. یکی شعری است تحت عنوان دود میشوم. من در فضای باور خود دود میشوم، آرام پیچ خورده و نابود میشوم. تا دست های دلهره میپرورد مرا، در عمق خواب ها تپشالود میشوم. واندم به عزم حفره دیراشنای خواب، پا در رکاب لحظه معهود میشوم. گاهی ز عشق خشک و سراب آفرین ابر، سوزانترین کویر نمکسود میشوم. اما خیال چشمه چتر میکند مرا، در بستر آتش زدگی رود میشوم. گر سرنخی رسد به من از رشته امید، بر تارهای نازک دل عود میشوم. اینک وداع رفته خیال آور من است، باز این منم که خاطر آلود میشوم. شب نیز کم کمک ره خود میرود و من محزونترین سروده بدرود میشوم. یه شعر دیگه‌ای که میخوام بخونم از عظیم نوذر الیاس هست که قسمتی از این شعر رو میخوام بخونم. اسمش هست خنجر بدرود. این شهر شهر گورهای هراسان است، در سینگاه نعش هزاران یاد، بر شانه ها صلیب سیه پوشش،
با مادران زخمی اوریانش، با دختران خسته خاموشش. نه، این شهر باغ سرخ شقایق نیست، تالاب خون و تپه اسیان است، اندوه جاودانه تاریخ است، میادگاه و غربت انسان است. یک زنده نیست ایستاده بر این کوه، اما در زیر خاک زنده فراوان است. این شهر آسمان شب‌آلود است، با گوهران آبی ناهیدش، زندان عشق‌های کهنسال است، با معبد شکسته خورشیدش، با کوه پرتنین صداهایش، با تاج بینشان سراهنگش، با عاشقان ریخته گاهش، با عارفان سوخت اورنگش، با شعرهای آسی قهارش، با شورهای ظاهر دلتنگش. آری، این شهر زندان عشقهای کهنسال است. آری آری، این شهر آسمان شب‌آلود است، میادگاه و غربت انسان است، میلادگاه خنجر بدرود است. بسیار زیبا بود جناب جباری. برگردیم دوباره به طنز شیرین شما. من شنیدم که شما یه سری اشعاری سرودید که برای پیامگیرای تلفنی چند تا از شاعران قدیمه، که اگر شما فکر کنم حد زدید که اگر الان اینجا بودن و در آمریکا بودن یا هر جای جهان بودن، اگر پیامگیر داشتن چه مسیجی، چه پیامی میذاشتن روی اون پیامگیرشون. و اینو من شنیدم راجعش، گفتم اگر لطف کنید با ما چند تا از اون شعرها رو. بله، من حتما میخونم یکی دوتا از این شعرها رو. این شعرهایی که اینجا سرودم متناسب با اشعار خود اون شعرها. مثلا فرض کنید که حافظ اگر تلفن داشت، من این شعر براش میذاشتم در پیامگیرش: ساکنان حرم ستر و عفاف، هی ببستند مرا باده به ناف. با چنین حال که دارم تو مرا، از جواب تلفن دار معاف. حافظ میگه: میدهم بعد جواب پیغام، تا که خارج شوم از زیر لحاف. این اشاره به حافظ که میگه: با دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدن. حافظ اینه. و این باده مستانه رو که اونا خورده، نتیجه شده حافظ مست شده و این شعر گفت. بعدن این از ناصر خسروست، میگه: چون همسر من ضابط پیغام زمن خواست، گفتم به خدا داشتنش بی خود و بی جاست. اصرار فزون کرد و منش نصب نمیدم، پیغام بیامد زره دور چپ و راست. دادم چوت جواب تلفن های ره دور، دیدم که حساب تلفن ها به هوا خواست. چون راه دور بود حساب تلفن ها خیلی زیاد شد. چون ضابط پیغام خودم نصب نمودم، چون خانمش ازش خواسته بود و او نصب کرد، گفتم زکه نالیم که از ماست که بر ماست. خب خود این مصرع آخر مال ناصر خسروست که میگه: گفتم زکه نالیم که از ماست که بر ماست. آخرین شاعری که براش پیامگیر گذاشتم بابا طاهره. بابا طاهر که وضع مالیش میگن زیاد خوب نبود، میگه: بروی آتش عشقت کبابم، خبر داری تو از وضع خرابم. واسم از راه دور پیغام نگذار، جوابش میبره بالا حساب. بابا طاهر بعد از اینکه شعر پیامگیر رو گرفت، به سراینده که در واقع من بودم گفت، میگه: یه عمری جنده با حال پلشتی، بودم آواره از دشتی به دشتی. تلفونم بدادی بعد نو غرم، به قربون تو گردم یار رشتی. در واقع بابا طاهر برای من گفته، تشکر کرده که براش پیامگیر گذاشت.
به هر حال این البته این شعرها خیلی زیاده، انشاءالله یه روزگار دیگهی مناسبتی باشه میشه اینا رو به مناسبت‌های مختلف خوند. به طور کلی اشعار طنز به مردم یه مقدار علاقه میده، ذوق میده، مخصوصا اشعار طنز که ما معتقد هستیم باید توأم با ادب و شادی و اینها باشه. خیلی این قید در اعتقادات بهائی هست که نباید اشعار طنزی که میدیم برخلاف ادب و آداب باشه. من معمولا اشعار خودم خیلی کم میخونم، برای اینکه اینقدر من با اشعار شعرهای بزرگ آشنایی دارم که معمولا اونها رو میخونم، نه شعرهای خودم. یعنی من خودم شاعر به اون مفهوم نمیدونم. خب امسال 30 سال برگزاری این کنفرانس هست و باید بگیم که شما یکی از معدود افرادی بودید که از آغاز در حمایت از این اقدام هنری و همینطور برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های این کنفرانس ها واقعا فعال بودید و خدمات بی نهایت با ارزشی رو به این کنفرانس کردید. آیا در اون زمان که این دانه کوچک هنری کاشته می شد شما تصور می کردید که انقدر پیشرفت بکنه و چنین درخت شکوفایی بشه که الان به یک کنفرانس جهانی فرهنگ ایران زمین در حقیقت تبدیل شده؟ وقتی که این کار رو برای اولین بار در اروپا شروع کردن جناب دکتر شاپور راسخ و جناب دکتر ایمن و خانم دکتر ایمن یادم نمیده که همیشه چقدر ایشون تشویق میکردن همه. خود من یه شعر گفته بودم، خیلی مفصل بود برای بچه های ایران که تاریخ بهایی رو یه مقدار شر میداد. ایشون خیلی تشویق کردن، جناب دکتر ایمن خودشون بعدن به آقای دکتر درخشانی گفتن که اونجا هم این جلسات باش. آقای دکتر درخشانی به من فرمودن که تو هم بیا با ما اونجا همکاری بکن. من گفتم البته من ساکن کانادا هستم ولی با کمال میل در جلسات شما شرکت میکنم. و افرادی هم اونجا بودن که فوق العاده افراد با شخصیتی از نظر ادبی، از نظر فعالیت اجتماعی بودن که خیلی کمک بودن در این و خیلی از دوستان دیگر که الان فرصتی نیست من همه رو نام ببرم، ولی منم بالاخره یه همکاری کوچیکی اونجا میکردم و خیلی هم از این لحاظ خوشحالم که این کار میکردم. جناب جباری، بینندگان ما با ما تماس گرفته بودن و سوال کرده بودن که از شما ما بپرسیم حتما چرا گردن شما کجه؟ عرض کنم که اینو من قبلا به شعر گفتم، حالا میخواید همون شعر بخونم براتون؟ بله بله حتما. و این یه داستان واقعی هست، در واقع من میخونم. اسم شعر هست گردن نامه. گفت با من زروی دلسوزی، یار با حسنیتی روزی. هر زمانی که شعر میخوانی گردنت کج بود نمیدانی. گفتمش قول میدهم بنده نکنم کج دگر در آینده. دادم این قول گرچه روی وداد، لیک بنمود مشکلی ایجاد. بعد از اون بیشتر گه خوندن بودم فکر حالت گردن. سعی من بود تا بماند راست، کوششم لطف خواندنم میکاست. لیک آخر زروی ناچاری، گردنم راست گشت اجباری. چون زمانی بر این روال گذشت، کم کمک وضع تازه عادت گشت. یک شبم بعد خواندن اشعار، مهربان دوستی کشید کنار. گفت اشعار نغز و پرمعنی است، نحوه خواندن تو هم بد نیست.
لیک اشکال کار تو اینجاست، گردنت بی جهت بگیری راست. یعنی که من که سعی کرده بودم حرفشو گوش بدم، گردنم راست بگیرم دیگه کج نکنم، مورد ایراد قرار گرفتم که گردنم بی خودی راست میکنم. تو که خود اهل شعر و عرفانی، نکته های ظریف میدانی، از چه رو وقت خواندن اشعار ایستادی چو افسر دربار؟ گفتمش شعر ناب باید خواست، نه که کج هست گردنم یا راست. گفت آگه نیز راز رفیق، هست اینجا بسی نکات دقیق. شعر وقتی که عارفانه بود، حالتت باید عاشقانه بود. متواضع بمانی و مظلوم، گردن کج به حالتی مغموم. نکنی همچنان طلبکاران گردنت راست مثل مأموران. پس از این بیشتر بهانه مگیر، حرف حق است این، زمان بپذیر. من که بس خسته بودم و بیخواب، بهر بحث و جدل نبودم تاو. چشم گفتم ولی کمی با لج، که کنم گردنم از این پس کج. لیک گردیدم عاجز و مستر، ز اختلاف و تضاد این دو نظر. داد این فکر سخت آزارم، گردنم را چگونه وادارم. حالتی گیرمش که بی کم و کاست، بود این گردنم کج و هم راست. نه کج کج بود نه راست راست، چون کج و راست هر دو شد درخواست. نه الف گردد و نه گردد دال، هم کج و هم که راست در هر حال. هم که کج خواه را کند خوشحال، هم کند راستجوی استقبال. مدتی چون از این قضیه گذشت، کم کمک داستان فراموش گشت. تا شبی کرد مشکلم را بیش، شرکت هر دو یار خیراندیش. جای کچخا در یسار گرفت، راستجو در یمین قرار گرفت. ناخداگه شو بود نظر به یسار، گردنم کج غیافه می شد زار. چون نظر سوی راست می کردم، گردنم سیخ و راست می کردم. بودم از این قضیه دلواپس، راست و کج نموندم اون شب بس. نظر هر دو تا شود تأمین، رنج بردم بسی من مسکین. گرچه از شعر گشت استقبال، جمله بودند سرخوش و خوشحال. آن شبم لید تلخ و تار گذشت، شعر خواندن چو زهر مار گذشت. بعد پا این که آمدم از سن، دوستی گفت با کمی منمن. این چه نوع شعر خواندن و چه اداست، هی کنی گردنت کج و هی راست. الغرض دوستان برای خدا، حل نمایید مشکلم اینجا. راست یا کج کدام یک بهتر، مانده ام من میان این دو نظر. این من و این شما و گردن من، قصه گویی و شعر خواندن من. رأی گیرید روی این گردن، بنمایید بنده را روشن. کج نمایم و یا نمایم راست، حالت آن دیگر به رأی شماست. یا که از روی مهر و لطف و صفا، واگذارید گردنم به خدا. برای جناب جباری باز هم خیلی خیلی ممنونیم که تشریف آوردید، تونستید یه چند دقیقه رو با هم باشیم. واقعا از مصاحبت شما لذت بردیم، خیلی شیرین سخن هستید. امیدواریم که در آینده نزدیک بتونیم از نزدیک دوباره همدیگر ببینیم، در فضای مجازی نباشه و مجازی غیر مجازی و فضای طبیعی باشه. با آرزوی سلامت برای شما و ایمنی از این ویروس کرونا برای شما و خانواده عزیزتون. بی نهایت سپاسگزاریم جناب بهروز جباری از وقتتون، از حضورتون در این برنامه
امیدواریم که همیشه سالم و تندرست باشید و در سالهای آینده هم شما رو در کنار خودمون در این کنفرانس ها داشته باشیم.